درس 67 روابطی مثبت را بنا نهید. در رویکرد رفتاری شناختی می توانیم از تصویرسازی ذهنی به عنوان یک محرک برای برانگیختن واکنش های دلخواه استفاده کنیم تا الگوهای مثبت و آموخته شده ما را فعال کنند استفاده از تصویرسازی در این موقعیت ها می تواند به خلق روابط مثبت بیانجامد و بهترین رفتارهای معاملگری را فعال کند. بدین شکل که فرض کنید معاملگر یک موقعیت معاملاتی خوب را می یابد و قبل از باز شدن بازار ستاپ معاملاتی و اجرای آن را در ذهن تجسم می کند و بابت این تصمیم معاملاتی خوب احساس رضایت می کند. این تمرین ذهنی مثبت به عنوان یک آماده سازی برای معامله واقعی عمل می کند. من این حالت را تقویت کننده اولیه می نامم. وقتی فواید انجام کار درست را در ذهن تصویر سازی می کنیم، ارتباط های وابست ساز مثبت را قدرت می بخشیم و روند آموزش خود را در دنیای واقعی آسانتر می کنیم. بسیاری از گران تقویت کننده های اولیه را برعکس استفاده می کنند. آنها بر اساس نتایج منفی و سناریوهای دلهور آور زندگی می کنند و حس کارایی خود را تضعیف می کنند. این کار در واقع یک تنبیه اولیه است و باعث می شود فرصت فرصتها را از دست بدهند. در طی سالیان دریافتم آنچه معاملگران خوب را از معاملگران متوسط جدا می کند، ارتباط چندانی به داشتن ایده های معاملاتی ندارد بلکه نحوه برخورد معاملهگران با ایده های معاملاتی باعث تفاوت بین آنها می شود دو معاملگر را در نظر بگیرید که یک معامله باز مشابه دارند که بعد از مدتی اصلاح اندکی می کند اول به واسطه حالت تنبیه اولیه برای از دست ندادن این سود برای از دست ندادن این سود کم به سرعت از معامله خارج می شود. گر دوم به دلیل تقویت کننده اولیه در حرکت اصلاحی به حجم معاملش می افزاید و سود زیادی به دست می آورد. یک ایده معاملاتی یکسان اما با نتایجی متفاوت که تماماً به دلیل الگوهای شرطی شده فکر ایجاد شده است. نحوه تفکر ما می تواند واکنش های شرطی شده را بازتاباند و بازارها دقیقا به همین شیوه می توانند ذهن ما را کنترل کنند. زمانی که الگوهای مثبت را تقویت می کنیم، نه تنها به آنها قدرت می بخشیم، بلکه روند فرونشاندن الگوهای منفی را نیز آغاز می کنیم. اگر ارتباط محرک واکنش تقویت نشود به تدریج این رابطه از بین می رود. حیوانی که هر بار بعد از اجرای یک حقه غذا دریافت می کرد اگر دیگر غذایی دریافت نکند به تدریج انجام آن حقه را متوقف می کند. الگوهای رفتاری نه تنها باید آموخته شوند بلکه باید برای نمود در معاملگری فعالانه تقویت شوند. با کنار زدن تقویت کننده های الگوهای رفتاری منفی به سادگی می آنها را به فراموشی بسپاریم. این یک قانون قدرتمند است یک الگوی متداول آموخته شده در میان معاملهگران ارتباط بین خشم یا ناامیدی با رفتار تهاجمی است زمانی که معاملهگران از شرایط بازار ناامید می شوند مثل یک بازار بیجهت و بی نوسان با خشم عکسالعمل نشان میدهند و با معامله کردن سعی کنند به بازار ضربه بزنند و انتقام بگیرند ممکن است این الگو برای لحظاتی به معاملگر احساس بهتری بدهد اما این کار منجر به گرفتن تصمیمات ضعیف و از دست رفتن معاملات می شود. چطور می توانیم از ارتباطات مثبت برای فراموش کردن الگوهای معاملگری انتقام استفاده کنیم؟ فرض کنید یک معاملگر در مورد معاملاتش در بازار پرس... پرنوسان ماه گذشته تحقیق می کند. بدین شکل که با بررسی نمودارها دوره های نوسانی را شناسایی می کند و سپس تمام معاملاتش را در این دوره ها مرور کرده تا موفقترین آنها را مشخص کند. او در می آمد که معاملات موفق انتخابی و تعدادشان کم بوده است و اغلب در مرز محدودی رنج بازار انجام گرفته بودند. مدت زمان باز بودن معاملات, معاملات کوتاه بود و بر اساس شکست یا شکست کاذب ناحیه رنج یا برگشت به ناحیه رنج صورت گرفتهاند. از طرف دیگر معاملات بازنده او بیشتر در میانه محدودی رنج انجام گرفته بودند و برای زمان طولانی تری باز بودند و قبل از رسیدن قیمت به حد سود بازار به حد سود بازار تغییر مسیر میداد. اکنون معاملگر با به دست آوردن این اطلاعات دوره های نوسانی را به عنوان یک فرصت و نه یک تهدید در نظر می گیرد. بنابراین وقتی متوجه می شود روز معاملاتی یکی از روزهای رنج خواهد بود با تصویرسازی ذهنی نحوه ورود به معامله را تمرین می کند. بدین شکل که وقتی قیمت در میانه محدودی رنج است تجسم می کند که محتاط آرام و صبور است و منتظر میماند تا قیمت به مرز محدوده رنج نزدیک شود و با در نظر گرفتن حد سودی معقول وارد بازار می شود. با تمرین این ایده های معاملاتی به تدریج می آموزد که با بازار رنج یک ارتباط مثبت برقرار کند. به این ترتیب الگوهای رفتاری اولیه او که بر پایه ناامیدی و حذف این احساس شکل گرفته بودند بیش از این تقویت نمی شوند. او همزمان با حذف تدریجی این الگوهای منفی الگوهای مثبت و سازنده را نیز می سازد. بیشترین چالش معاملگری خود را در چه شرایطی از بازار تجربه کرده اید؟ معاملات خود را در این موقعیت ها بررسی کنید و بهترین آنها را بیابید. این روند کمک می کند که تهدید را به فرصت تبدیل کنید. گری را به صورت جدی از اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز کردم. در آن زمان توانسته بودم به درک خوبی از الگوهای کوتاه مدتی بازار برسم که شامل الگوهایی مربوط به حجم و تمایلات میانروزی می شد. در حال حاضر بسیاری اوقات ابتدا از روی حس غریزه از وجود این الگوها مطلع می شوم. یعنی موضوعی در حرکات بازار به نظرم درست یا غلط می رسد. از راهی پرهزینه به این تجربه رسیدم که اگر این قرایز را نادیده بگیرم در عملکرد معاملاتی هم دچار مشکل خواهم شد این قرایز بر اساس امید یا ترس شکل نمیگیرند آنها در نتیجه سالها آموزش به دست آمدهاند در تمرینات ذهنی خود سناریوهایی را در نظر می گیرم که بر اساس این حس غریزی رفتار می کنم و معاملاتی را به یاد می آورم که نادیده نگرفتن قضاوتم مرا از دردسر نجات داده است با تمرین این ارتباطات مثبت گونه ای از تقویت کننده های ذاتی در من شکل گرفتند من مشتاق بروز نشانه های این قرایز هستم و از نظر ذهنی آماده هم تا بر اساس آنها اقدام کنم همانطور که در بخش قبل اشاره کردم من پیوندهای مثبت فراوانی با موسیقی دارم در واقع اکنون که در حال نوشتن این مطلب هستم به موسیقی گروهی با نام ایدن بریج گوش می دهم. این موسیقی به نظر من انرژی بخش و آور است. کار نوشتن من امروز از ساعت 6.30 دقیقه صبح آغاز شد و اکنون دو ساعت از آن زمان می گذرد و ابدا احساس خستگی نمی کنم. ارتباط موسیقی با نوشتن من را در یک حالت ذهنی مثبت حفظ می کند حتی وقتی روند ویرایش کسل کننده می شود مرا مشتاق نوشتن نگه می دارد. با این ارتباطات مثبت الگوی به تعویق انداختن کارها که به مراتب منفی تر است در من تقویت نمی شود و به تدریج قدرتشان را از دست می دهند و هرگز مجبور نمی شوم که با تمایل به تعویق انداختن کار بجنگم چرا که منبعی مثبت از انگیزه ایجاد کردم که از تقویت کننده منفی یعنی تفره رفتن قدرت بیشتری دارد. اکنون که در حال نوشتن هستم نمونه ای از یک تقویت کننده اولیه در حال روی دادن است. برای کار با برخی معاملگران آسیایی در یک پرواز 15 ساعته به سمت هنگ کنگ هستم. کابین هواپیما تاریک است و من احساس خستگی می کنم. با این حال به خودم قول دادم که استراحتی طولانی بعد از اتمام این فصل در انتظارم است و هرچه به هدفم نزدیکتر می شوم انگیزه بیشتری برای نوشتن در خود احساس می کنم. قولی که به خود دادم یک تقویت کننده مثبت است و نسبت به تفره رفتن از نوشتن بابت خستگی که یک تقویت کننده منفی است قدرت بیشتری دارد. قوی ترین انگیزه را در خود بیابید و آن را به بهترین رفتار خود پیوند بزنید. وظیفه شما برای این درس این است که یک سناریوی چه می شود اگر را برای روز معاملاتی خود در نظر بگیرید. به خوبی آن را تمرین کنید و معاملاتی را برنامه ریزی کنید که در هر سناریو می توانید انجام دهید. این تمرین, را, آن را، این تمرین ها را واضح و با جزئیات تجسم کنید و بابت انجام معاملات خوب احساس غرور و, و رضایت را نیز تصویر سازی کنید. برای هر یک از سناریوهای چه می شود اگر یک واکنش ثابت را تجسم کنید که در بردارنده یک معاملگری خوب باشد. بدین ترتیب نه تنها برای معاملات و معاملگری خود برنامه ریزی کرده اید بلکه الگوهای یادگیری مثبت را تقویت و الگوهای منفی را خاموش می کنید. به عنوان مربی معاملگری خود این قدرت را دارید که هم معلم و هم دانشجو باشید. هم شکل دهنده رفتار و هم کسی که رفتارش توسط مربی شکل میگیرد. اگر نقش یک یادگیرنده فعال را برگزینید می توانید برنامه ریز الگوهای خود نیز باشید. نکته راهنمای مربیگری مشخص کردن نکات برجسته معاملات در ی هفته گذشته به خصوص کاری که خوب انجام داده اید مفید است. این نکات را به عنوان اهدافی مثبت برای هفته پیش رو در نظر بگیرید و اینکه چطور این نقاط قوت را در روزهای آتی اجرا خواهید کرد. با دنبال کردن این اهداف موقعیتی برای تقویت کننده اولیه خلق می کنیم و نیرویی برای ادامه بهترین تمرین ها ایجاد می شود. این روندی است که با همکاران معاملهگر خود نیز می توانید انجام دهید. بهترین روش خود برای انجام کارها و نحوه تمرین مهارت های خود را با آنها به اشتراک بگذارید. و بهترین معاملهگری خود تمرکز کنید و روند فراموشی بدترین معاملهگری خود را آغاز کنید.